حالا شوخی گرفته بودیم قضیه رو، نگو جدیه اصلا. از دختره بدت میاد که نمیاد، مادرت از دختره بدش میاد که نمیاد، عمه خانم از شما خوشش نمیاد که اومدی. دیگه چی میخوای؟ برو صفا کن. پول چی دارم ندارم، خونه چی دارم ندارم، ماشین چی دارم ندارم، که مشکل اصلی چیه اونو بگو. همه اینا که گفتم هست، مادرم هم هست دیگه، اونو چیکارش کنم؟ اون میتونه بدون من زندگی کنه؟ نمیتونه که. اینا هم شرط اصلیشون اینه که مادره نباشه. یه طرحی من دارم، میگم به یه شرط که شوک نشی. کشتی ما رو. فرنگیس رو شوهر بدیم. ما کو شوهر؟ حی و حاضر. کی؟ امید حرفشم نزد، خیلی بده. ببین، هم فرنگیس خانم به نوایی میرسه، هم مشکل رضا حل میشه، هم عالی جناب فردوس. به زن علی نگی یا همه چی رو خراب میکنه. نه بابا، فقط به محبوبه میگم. تو ما رو گرفتی امرو؟ آفتاب مهداب بازی چیه داره ورده؟ خب بگو یه کلام حرفتو دیگه، همش رمز میذاره واسه من، رمزی صحبت میکنه. بابا یعنی شما با این بزرگی نمیدونی؟ من نه. نه خیلی، عروسیو میگم. کی اصلا حرف عروسی رو زد؟ خاله ستاره مگه نگفت خاله فرنگیز آقای فردوس میخوان عروسی بشن؟ حالا موضوع چی هست؟ آفتاب مهتاب دیگه چیه؟ نظر شما در مورد یک زن 50 ساله که میخواد ازدواج بکنه چیه؟ قشنگه؟ خوبه؟ این 50 درصد. یعنی شما موافقی دیگه؟ آره. یعنی بحثی دیگرش نیست؟ بحث چی؟ جریان چیه؟ بگیم بینیم بابا. اصل قضیه اینه که ما میخوایم یه کاری کنیم، آقای فردوس اگر بشه باهاش صحبت بکنیم. بعد چی میخوایم صحبت بکنیم؟ صحبت چی؟ شما بگو. شما بگو. چیه جریان؟ عزیز من، ما میخوایم آقای فردوس رو زن بدیم. هستمتون فطیر. بزن قدش. بی خیال با میگم نمیشه. نه خوشون، آقای فردوس جلوی شما ممکنه که رو دروسی کنه، نتونه درست صحبت بکنه. بنابراین ما سه نفر با هم دیگه بالا میشیم، میریم اونجا حرف میزنیم. راه داره، شیوه داره، نحوه برخورد داره. بالاخره اول باید راضیش کنیم، ممکن راضی نشه، جلوی تو هم ممکن رو دروسی کنه. بنابراین امکان اینکه جناب علی تشریف بیارین نیست. درست نبود اینجوری حالش بگیریم بره. بابا آخه تو چی میگی؟ باز که گن زدی که. بابا شما میخواین لقمه رو حتما اینجوری بخوریم. من میگم روک کراس رضا هم باشه، آقای فردوس هم باشه، قضیه رو بگیم تمام کنیم بریم. روک کراس بریم به رضا بگیم که میخوایم به مامان تو شوهر بدیم. حالا به رضا نبریم، با آقای فردوس حقا راحت بگیم. شما هی میخواین توش بدن دو حرف نزنی میمیری. به گمانم یه کاسه زیر نیم کاسه است، یه چیزایی میگفتن با هم رمزی حرف میزدن. چی میگفتن؟ هن آفتاب و از این چیزا. مردای این ساختمون نمیدونی چجوری حرف میزنن. ویل کن علی جان، تو چه ساکتی بابا جان؟ تو هم یه چیزی بگو. خصص آقا. در واقع دوستان دهن ما رو دوختن. بذاری حرفشو بزنه آقا، این مثل اینکه یه چیزی میخواد بگه. صراحت آقا، من با صراحت موافقم. بگو آقا. اجازه بدید در بیرون بیام در خدمتشون، خود بشینیم با هم دیگه گپی بزنیم، گفتگو. نه خیر آقا، دیدیم شما تنها هستین. گفتیم بیام یه فکری بکنیم برای شما، بیایم اینجا راجع به تنهایی شما تصمیم گرفتیم آقا، بشه یه آستین برای شما بالا بزنیم و ان شاء الله. بله آقا. من دیگه حرفم. چیکار کنی؟ آقا گنز. یعنی شما منظورتون اینه که بعدش هم فرنگیس خانوم بره دنبال آفتاب مهتاب خودش؟ آره. یعنی چی؟ یعنی که شوهر کنی دیگه بابا. بله؟ چی کار کنم؟ Thank you.
من از حسن ظن شما ها واقعا خیلی تشکر میکنم، از اینکه به فکر من بودین واقعا سپاسگزارم. ولی بچه های عزیزم، نه فردوس بد عمل کرد، نذاش اونجوری که باید و شاید این کلام منعقد بشه. آیا زمین چین داشتیم میکردیم، صحبتی میکردیم، بالاخره به توافقی میخواستیم با شما برسیم، همه چیز زد خراب کرد. بعد چی آقا؟ افتضاح کرد. مسئله آقای فردوس اصل قضیه است، نوع گفتنش نمیگن آقا. نه شیوه غلط بود دیگه، شیوه که ما اومدیم. آقا شما با شیوه گفتن مشکل داشتین یا نه؟ نه عزیزم، مسئله نوع گفتن و شیوه گفتن نیست. مسئله اساسا من یک رابطه عاطفی با خانومم داشتم، خدا رحمتش بکنه. خدا بیامرز هرچی اون رو ایشونه بقای اون رو شما باشه، خدا رحمت شما، که نمیتونم هیچ چیزی رو جایگزین یاد و خاطره اون بکنم و نخواهم کرد و تا زنده هستم با همین یاد و خاطره زندگی میکنم. خیلی ازتون متشکرم، خیلی ممنون. جناب فردوس عزیز اصلا منافاتی نداره که شما به یاد همسرتون باشین، در زمین جام راحت باشین، آسوده باشید، اوچون هم راضی تره به نظر من. ما بحثمون اینه، شما ناراحت از این موضوع، یعنی دوست نداره این اتفاق بیفته. نه اصلا ایراد و اشکالی نداره، من کاملا میپذیرم. آدمایی به سن و سال من هم میتونن ازدواج بکنن، زندگی بکنن، همدم و مونس داشته باشن. عرض کردم حس و حال من یه جور دیگه است در رابطه با خانومم. آقای امید، این پروژه آفتاب مهتاب شما آقا تعطیل. بابا بیخیالی. ببخشید آفتاب مهتاب چه سیقه ایه؟ هیچی آقا، هیچی آقا، نه آفتاب مهتاب همین آفتاب مهتاب معمولیه، آفتاب میاد روز روشن میکنه، مهتاب شب روشن میکنه. خب زاده همین شما که اهل صراحت بودید، چطور شد موضعتون رو عوض کردید یه جورای دیگه ای صحبت میکنید؟ خوردی؟ جواب بده، میخوای سریع صحبت کنم؟ آقا اصلا این که ما اومدیم پیش شما مسئله مورد رضا بخواد ازدواج کنه، بخواهدش بخواه خاصیت داری. آقا سلام عرض شد. سلام، به 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 به، صبح بخیر. خوشحالم پسرم دوباره سحرخیز شدی. بالاخره آقا میگن سحرخیز باش تا کامروا شوی. بله. خونه اجاره ما آقا میگن صبح زود اجاره میره. خونه؟ بله. باشی دنبال خونه میگردی؟ بلاخره. من که بهت گفتم خدا کریمه، عجله نکن بابا جان، خدا لطفش به موقع نازل میشه. آخه آقا میترسیم تا بخواد نازل بشه دیگه ما آبرومون بره هیچ، دیگه مرغم از قفس بپر. چطور؟ بالاخره عیال جات گفتن هفته آینده قراره بیان اینجا دیگه، ما تا هفته آینده یه جور دست به نقد داشته باشی عیالو بیاریم اون تو. نگران نباش، یه فکرایی واسط کردم، به موقعش میشم، به موقعش. آشنا داریم؟ شاید. میگه خدا گرز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. الهی من فدای شما بشم. اتفاقا آقا منم دارم دنبال کلیدمون دره میگردم. کلیدش پیش منه بابا جان، به موقعش، به موقع. آقا بذار من کمکت کنم. نه عزیزم، دارم آب میدم، شما به کار زندگی. آقا بذار خیالمون راحت بشه دیگه، بریم خونه. بله عزیزم، نگران نباش. قربون شما. فکری تو ذهن منه. بذار بعدیشم. بذار بعد. بس ما بریم بخوابیم دیگه. کی کجا؟ بیا برو به کارت برس بابا جان. من این حرفا چی میگه؟ تو حرکت از من برکت. بله توکل کن. همینو که هم داشتیم دیگه، جناب فردوس هم ما رو بذاره سر کار. خب خونه داری بگو دارم، نداری بگو ندارم. توکل به خدا. خدایا امید به تو. خاله مرضیه. جان خاله مرضیه. شما بچه بودین تاب بازی هم میکردین؟ بله که بازی میکردین، ولی خب ما که از این تابا نداشتیم، ما دوتا تناب بلند میباستیم به درختا با هم بازی میکردیم. دیگه چه بازی هایی میکردین؟ دیگه آخه نمیدونم تو بلدی یا نه، ما قایم موشه، گرگان به هوا، لیله، آفتاب مهتاب. آفتاب مهتاب که بازی نیست. پس چیه؟
عروسیه، آفتاب مهتاب میشن بعد عروسی میشن. کی عروسی میشه مینا جان؟ خاله فرنگیز آقای فردوس آفتاب مهتاب شدن بعد عروسی میشن. اه کی اینا رو گفته به تو؟ اه کی، مامانم گفته به کسی نگم. نه بابا. مینا جان من که کسی نیستم، هستم من خاله مرزیم، به من بگو. اول پاشو محکم تابم بده تا بهت بگم. باشه تابت میدم تا برم بگو. خب بگو دیگه. اه که اول تابم بده بعد بگم دیگه. بفرما اینم تا بگو ببینم. خب خاله ستاره به مامانم گفته بود که خاله فرنگیز آقای فردوس آفتاب مهتاب شدن بعد میخوان عروسی بشن. آها خیلی خوب. به کسی نگی یا؟ باش تو هم نگو به من گفتی، خوش کنم. باشه خب پس تابم نده دیگه. باشه تابتم میدم. حالا نشد که نشد، قرار نیست که تو خودتو به آب آتیش بزنی. نزن یه حرفو دلخور میشم، با اونم جای داشت کوچیکه ما. تو که وضعشونو میبینی؟ ما الحمدلله دو جا کار میکنیم، شما هم که شاغلی، دستمون به دهنمون میرسه. سه دونگی تاکسی رو میرفوشم میرم یه خونه رو هم میکنم. اون بنده خودم دست عروس خانومشو بگیره برداره بیاره اینجا برای دل مادرش. که میدونی اینا چقدر هم وابستن. خب آره، ولی آخه با این پولا که به ما خونه نمیدن. میدن چه اره نمیدن، لقمه قد دهنمون برداریم میدن. چه میدونم، هر جور خودت صلاح میدونی. ولی کاش این دوتا به هم رسیده بودن. اینجوری هم یه ثوابی بود، هم اونا تنها نبودن، هم ما آواره نمی‌شدیم. خب تو که دیدی من هر چی زدم نگرفت دیگه، ده زیر بار نرفت که نرفت. دارم نشین اینجا ماتم بگی، اشتباه واسه من نقاشی میکنه. ورقاتو صحیح کن، توکل کن به خدا. اصلا حوصله برای سعی کردن ندارم، میبرم میدم مرضیه سعی کنه. من نگفتم ها. چیو نگفتی؟ آفتاب مهتاب. به کی نگفتی؟ خاله مرضیه. دست شما درد نکنه که نگفتی. باشم باشم برم و فردوس رو باید کنم. ای خدا. لباس تو عوض نمی کنی؟ چرا؟ به به، گل بو به سبزه نیز آراسته شد. ببر قربون شما. چطوری آقا؟ شکر. با سلام. چطوری در مورد اینکه کی گله و کی سبزه ما بعداً خودمون با هم یه جور تفاهم می‌کنیم. بله. تو گل بودن آقا امید که هیچ تردیدی نیست، اما انا گل کوچیکش. پیش پای شما جناب صالحی تشریف بردن، یه پیشنهادی کردن که حقیقتاً باعث رنجش خاطر بنده شدن. آقا ما قصد جسارت نداشتیم به هر حال. چی شد آقا؟ سفوجه جدید معرفی کرده؟ بله، کم لطفی کردن دیگه. والا عرضم به خدمت شما آقای جهان عزیز، من پیشنهاد کردم برم یه خونه ای رو رهن کنم که رضا اول زندگی دست عیال مربوطه رو بگیره، خونه ما خالی، بیا اینجا زندگی کن. همین، جناب فردوس ناراحت شد. زبل خان باز زدی رو دست ما دیگه، از قضا منم بابت همین اومدم اینجا. چطور؟ عرض به حضور قربون، تو این ایامی که در جوار شما بودیم تونستیم یه سناسیشه پسنداز کنیم. گفتم سدونگی تاکسی رو بزنیم تنگش، بریم با عیال بچپیم توی خونه یه چیزی رهن کنه. این رضامون هم چه بکنه؟ این دست زنش بگیره برداره بیاد اینجا برای دل مادرش زندگیشو بکنه دیگه. باریکلا باریکلا، من ازتون واقعا ممنونم، جدا بزرگواری دارید میکنید.
ولی هیچ فکر نکردید که من به شماها اجازه نمیدم که از دور من پراکنده بشین؟ شماها مثل بچه های من هستین، مثل فرزندان خودم. من نشاط زندگی رو تو چشمای شماها دیدم، من معنای زندگی رو تو چهره شماها دیدم. آقا ما کوچیکه شماییم، اما زیاد تعریف نکنیم، من ظرفیتش نهارم خراب میشم. نه معنی این حقیقت رو دارم عرض میکنم. حالا های فردوس، مشکل رضاست. به هر حال دست این مادر و پسر تنگه. ما هم الان به قول معروف دستمون به دهنمون میرسه. گفتیم مشکل رو یه جوری حلش کنیم. ظاهر و باطن این بود بحث. شما ها نگران رضا نباشید. هر را افتایی رفتی کجا؟ عرضی خانم، حالا که طوری نشده که. نه اصلا هیچ طوری نشده. بابا خود چی حالا نگفتم بدی قضیه رو، اشکال داره؟ نه دیگه، فقط من اینجا نامحرم بودم، من نباید میفهمیدم. نامحرم نبودی، بعضی چیزها رو آدم حالا به موقعش باید بگه، موقعش نشده بود هنوز. اشکال نداره، بازم نگو، سب کن شد موقعش بشه یه بایی بفهمم. ما باید با پلیس بازی این چیزها رو بفهمم. بابا جان تو که پلیس بازی دوست داری، اب نرگه. حالا که دیدی فهمیدم، از همین پلیس بازی فهمیدم. اصلا خانم مسئله ما این بود که قضیه رو آقا رضا نفهمه. همین. چی؟ غیبت میکنی؟ آقا رضا چی رو نباید بفهمه؟ سلام آقا رضا. هیچی آقا رضا، هیچی. این همه فکر کردن ما دوتا عقلمون نارسه، به ما فقط نگفتن. چیو نگفتن؟ مسئله خاصی نبود. چیو نگفتن دیگه؟ آفتاب مهتاب رو به ما نگفتن. آفتاب مهتاب دیگه چیه؟ آفتاب مهتاب یه بسی ببین بیا امید باید کار داره. امید دمار توضیح. حرفای علکی داره میزنه. مادر آقای فردوس خود ازدواج کنه؟ مادر آقای فردوس خدا رحمت کنه. مادر شما فرنگیز خانم با صاحب خانه ما آقای فردوس میخوان ازدواج کنه. مرزی خیلی شوخی بدی بود. این چه حرفی بود تو زدی آخه؟ شوخی میکنه. مادر من میخواد چیکار کنه؟ مادر تو هیچ کاری نمیخواد. مادر من میخواد چیکار کنه؟ با آقای فردوس ازدواج کنه. مرزی بابا نباید میگفتی، خیلی حرفت باید بود مرزیه جان. این شوخی درست مام رضا آخه تو مگه مریضی زن؟ آخه این چه حرفی بود زدی آخه تو به این؟ حکمه ایچه نگم، همه چیزی گفتی دیگه. هیچی نگم، هنچه شری میخواد با پا بشه. ای خدایی زبانش نمیتونه جلوش بگیره. ماما کجایی؟ ماما چیه؟ من اینجا هم چرا داد میزنی؟ خجالت نمیکشی؟ چی؟ نه خجالت نمیکشی؟ هر کاری دلت خواست باید بکنی؟ چیکار کردم؟ چیکار کردی؟ این چه در نرف زدن بچه؟ چیکار میخواستی بکنی؟ آبرو اسم من نذاشتی؟ برای چی؟ برای چی؟ حداقل میذاشتی من زن میگرفتم، این قباله ازدواجی بارو مینوشتن، جوهرش خوش میشد بعد. خیلی حال ورت داشته. منظورت چی؟ منظورم چیه؟ نمیدونی منظور من چیه؟ خودت میزنی به اون را. میخوام بدونم واسه چی کم گذاشتم، ها؟ من که باله نمیفهمم تو داری چی میگی. همون دیگه خودتو میبرینه میدوزه این بندم به زور باید بپوشم. من چشم تو چشم این بیفته میدونم باش چیکار کنم. حالا ببین تو چشم کی بابا؟ حالا منم بفهمم که ما خریم ساده ایم نمیفهمیم چی؟ همون پس آقا خودش مشکل داشته. ای بابا بگو ببینم اصلا چیو میگی، معلوم هست؟ معلومش میکنم. تو که میخواستی شوهر کنی چرا به من نگفتی؟ چرا میری به اینو میگی؟ من؟ نه من شوهر؟ نه خیر زن. چی میخوام بگه؟ شو میخندی؟ من از خرابازی دارم نگه، دارم با جدی صحبت میکنم. حرف دهنت بفهم. هی من به شوخی میزنم، هی توام هرچی دلت خواست میگی. چی شوهر خواسته؟ دریوری بر چی میگی بچه؟ همین دیگه، همه میدونن الا ما. ما رو بگو از خودم چه ساده. مادرمون دارن قر میزنن، ما واسیدیم بیار بیار داریم نگاه میکنیم. بابا چی داری میگی؟ داد بزنم اصلا. بس کن. یعنی چی قر میزنن؟ این حرفا چیه تو کلت کردن؟ چی داری میگی اصلا؟ مشکل میدونی چیه؟ مشکل اینه که از اول تا فکر کردیم ما اینجا چوغلفیم. درست حرف زن، چوغلفیم. حرف دهنش نمیاد. همین دیگه. هی میخواد داره من تعیین تکلیف بکنه. پارو. اصلا من میخوام شوهر کنم، من باید دستو اجازه بگیرم. پس چی؟ مگه من میخوام زن بگیرم؟ همش نباید از تو اجازه بگیرم. هی دخالت میکنی، اینو بگیر، اونو نگیر، اینو نمیخوام، اونو نمیخوام. حالا من میخوام دخالت کنم نمیشه. بس. برو بگی بشین. تو وقتی که تو قنداق بودی من شوهر نکردم. حالا که اندازه چنار شدی شوهر میکنم؟ بچه ها برام بلیط فرستادن، خیلی اصرار کردن. خب البته درسشون هم تموم شده، فکر میکنم باید یه 6-7 ماهی برم کانادا، جمع جورشون کنم برشون دارم بیارم
به هر حال به هموطناشون اینجا خدمت کنن. لازمه دیگه. اینه که این مدت که من نیستم خب این خونه خالیه. فکر میکنم بد نباشه که آقا رضا دست زنش بگیره اول زندگی بیاد همینجا یه شیش هفت ماهی زندگی کنه، خودش رو جمع جور کنه تا راه بیفته. ها آقا من در به در اون مرامتم بابا. ای والا پاک خلاصمون کردی. بله ما هم که عادت کردیم دیگه، تا بریم و یه جایی رو پیدا کنیم و در همسایه دوست بشیم. اوف عمرمون تموم شد آقا. بله بله فکر کنم این مادر و پسر خیلی خوشحال بشن. بله شما کنم من بشنم تکلیف خودم رو. نه آقای فرزاد رو روشن میکنم. بکنم آقای محترم این رزاز هیچی آقا این با من کار داره. آقای محترم این سرمون ماجرایی حسن. آقا اصلا شما دخالت نکنید، وارد ماجرا نشین. شما بفهمید ما میریم حلش. این جوان قراقا چه وقتی پرد و پلایی میگی ما جلو شما روسیا میشیم. بفهم با منه با من برو. آقا الان من میرم خدمت. چه خبره؟ آره دا با خاطر همسایه‌ها بشینو تو رو بکنه چون صفره دیگه نمیاد. ساکت بگی برو بالا بینا خواهش تو سر تو واسه دیگه ساکت چته چته اینه ترقه در رفتی چیست؟ ساکن بعد نستو شبی گرد و خاک میکنه. خب آقای فردوس میاد بیرون فکر کنه چه خبره. با دیگه بازی نمیم. ساکت میگم بازشو نگم منو نمیم بکن بینه آرام. چیه واسه نمیم ما لقمه میکردی؟ چی واسه نمیم تو لقمه گرفته؟ چی؟ ایمون برای تو لقمه بگیرم واسه خودت میگرفتی؟ بله آفتاب مهتاب چیه رو انداختی نمیشه؟ آفتاب مهتاب کدومه؟ آقا فهم از اون چیه قضیه؟ کل بنده بی احترام شما در جریانی؟ من در جریان نیستم شما میدونی چیه؟ تو در جریان نیستی؟ هرچه زیر سر جناب ولی ایالتونه؟ بابا اون یه چیزی گفت من گفتم شوخی بدی هم کرد ببخشید شما من به ایال اون گوش کردی؟ من تو شوخی دارم بابا اشتباه کرد ببخش. بابا وهم وارد داشته خیالاتی شدی شلوغ میکنی وقت فکر میکنی میخوای مامان تو شوهر بدی میگن برای همین آره بابا خوبه نداره زشت تو میره پچی داشت میگفت رو پلا بابا اون مینا یه چیزی گفتونم باورش شد ساده به تو گفتم ساده باورت شد بله بچه‌ست میگن دیگه بچه آسپوریسو به همه گفته دیگه بچه‌ست دیگه میگن حرف دست راست آدنه بچه بشنو بله بله به شرطی که زنا توش شوش خورده نکرده باشن. آقا اجازه بده من برم مینا رو درست کنم. بیا بابا بیشین چه مصدره بچه وزیر آقا چیه جریان این افتاد مهتاب شب واسه روشن کنی مینا بابا مهتاب خاله منه از ربطی به مادر تو نداره. خاله تو یا ننه بنده بابا من خالم. آقا جهان قضیه مهتاب براش توضیح بده دیگه داداش یه دقیقه گوش بده. این آقا امید ما یه خاله داره بگو خو بگو خو خو جون بکن عرض به حضور که اسمش هم مهتاب درسته؟ بله بگو خو خو ایشون اینه او پنجه آفتاب میمونه درسته؟ بله الان تو میشونی پنجه مهتاب. آه بگو خو خب بابا سن و سال حدود 65 با وقت تلف شده و اضافی چی؟ میکنه به عبارت 8 مسخره کردی ما رو. اجازه بده بهت بگم دیگه با شلوغش میکنه بابا همینه جوری در قضیه ازت چه قصه اینه که ما میخوایم اینو چیکار کنیم بریف کنیم واسه این آقای فردوس اینجا عزب اغلی تک و تنها نمونه. همین بله نگرانی جنابالی بریم خواستگاریش خوبه؟ هم ماشین داره هم خونه داره هم کار داره هم بچه. شما قصه کو میخواد ببینیم بابا بچه رو گفت خانم تو اینجا. بابا من که میگم اون یه چیزی از رو سادگی گفت اونم باورش رود مینای بهش بابا خانوم این که رو حرفاش میشه حساب کرد که آخه خود این از اون به ما پناه میبره. تعجبه اونم عقلشو داره دست بچه. ای بابا ای بابا من شوخی دارم آخه این شوخی ها چیه با آدم میکنی؟ من رفتم بالا با مادر دعوا کردم یهو غیرتی شدی برای چی آخه؟ وای خراب کردی رضا جن زدی پاشو برو دلش رو فردوس نفهمیده بنای چی. خورو معذرت خواهی کن از مادرت اول خوب شدیم بیچاره نیومد بیرون آبرومو میرفت. ببین فقط چی کارا داری ما من میکنی دو کلام میاد صحبت خودت میری برداشتی. آقا من شوخی دارم. آقا شما ببخش من معذرت میخوام. خود مگه امشب تو با زن تو به جون هم ننداختم برو بگو. خیلی خوب تو برو آرام یه باش.
ماما مامان جونه ماما ببخشید یعنی چی؟ یعنی که ببخشید من اشتباه کردم خوبه والا هرچی از دهنت در اومده به من گفتی حالا هم ببخشید اشتباه کردم سوء تفاهم شده بود من فکر کردم که در رابطه با شما این قضیه رو دارم میگم بعد دیدم که اشتباهی دارم تو غلط کردی که هرچی از دهنت در اومد به من گفتی پررو به خدا یه دفعه دیگه اینجوری با من حرف بزنی میذارم میرم گفتم ببخشید دیگه میخوای پاتو ماچ کنم ولکن پاتو ماچ کنم چه معنی میده خب والا هرچی دلت خواست به من گفتی شما هم اگه جای من بودی خب شاید همین کارو میکردی چی کار میکردم خب من جوونم دیگه غیرتی شدم دیگه اول فکر کردم جدی دارم میگن بعد دیگه یه جلو در همسایه بگن عروسی ننته خوبه گم شو بازم شروع کردی عجب بچه ای ها حالا کی خواسته شوهر کنه که عروسی ننت بشه دیوونه خوبه والا چه فکرهایی میکنه برام غیرتی هم میشه شما در این زمینه کلن اگه خواست اقدامی بکنید اول به خودم بگم چشم اگه بنده خواستم شوهر کنم اول با جناب علی در میون میذارم چیکار کنی؟ تو با این زلزله چجوری زندگی میکنی تو خونه؟ چیکارت کنم ببندمش یه حرفی از دهنش او پرید دمت گرم آقا جان چرا دادم؟ یه کلمه گفتی مهتاب یه سناریو سا چی کردم؟ آقا ببخشید پای بچه شما رو بسد ای بابا این حرفای الحمدلله به خیر بسش پس میخوای شوهر کنی بچه ول کن چرا اینقدر هی داری به راجی میکنی دست از سرم بردار به خودت داری میگی اگه خواستم شوهر کنم به تو میگم اینقدر نمیخواد غیرتی بشی تو برو اول زن بگیر اگه خواستی غیرتی بشی واسه زنت بشو من زن نمیگیرم تو هم باید زن نمیگیرم تو که تو شوهر کنی چیکار کنم شوهر کنم نه خیر یعنی نزن من شوهر ای بابا من چی کار دارم تو اول شوهر بکن من چی کار دارم زن بگیرم من چی کار کنم من شوهر کنم تو زن بگی برام شوهر بکنم اصلا بهترین راه حل راست من شوهر کنم تو شوهر کنم من زن بگیرم زهر مار بایسترم به خدای تو مایی تو نمک خالی مامان منم هرچی آدم هایی چه قلط قلوتم پاشو پاشو باری تو در یخ جدیدون قرص بیار بخورم به خدا سرم داره میتره که خدایا از دست این بچه بابا رضا زیر اون غذا رو خاموش کن تعدیق شد دیدم که آفتاب پت و پن شده تو حیات ساعت 11 صبح حضرت آقا گل پسر آقا رضای خود تشریف آوردن که سحرخیز باش تا کام روا باش آقا خلصان زود بله گفتم به 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 یه مقداری از شما فیلم بگیرم که یادگاری برای ما اینجا باقی بمونه از من چرا میگیری آقا از خانوما و آقایون بگیر یه کپیش هم بده من ببرم کانادا برای بچه ها باشه بقیه هم صحبت بکنن که هم مادر شوزن شون آبرومون جلو بچه های آقا فردوس نرفته اونم میره بله داشتم آقا رضا رو میگفتم بله دیدم ساعت 11 آفتاب پت و پنج شده تو حیات حضرت آقا گل پسر آقا رضا تشریف آوردن میگن سرخیز باش تا کامروا باشی گفتم خب حالا صبح به این زودی
کجا تشریف میبریم؟ با بدبختی و زندگی و دیگه حالا ما عیالدار شدیم و بالا خونه میگردم و یه گرفتاری ها و گفتم آقا نترس، تازه اول زندگیته، خدا گرز حکمت ببندد در این رحمت گشایت در دیگری. من چی شد بابا؟ خبری نشد. گفتش که حالا که دری میگشاید پس من رفتم بخوابم. کجا؟ خود خدا میگه از تو حرکت، از ما برکت. بیبرو دنبال کار زندگی. اگر به مشکل برخوردی که ما هستیم مشکل حل میکنیم. این شیش هفتهایی که من نیستم، این خونه ای من در اختیار شما. زندگی تو را بنداز اول زندگی تا خودت رو جمع جور کنی، اون وقت من اومدم و دیگه باید خداحافظی. به افتخار آقای فردوس. خجالت زدم اون کردی؟ نه با تو هم جای بچه منی. خب شما واقعا در حق رضای آقا بگی فیلم بگی. بله بله فیلم بگیر. آقا اجازه بدید اجازه بدید. تو رو خدا قابل دوربین آدم یه برنگیز خانم بفرمید، برنگیز خانم صحبت کنی. به خدا من بلد نیستم. خجالت نگیزید خانم، خجالت خجالتی من. بله بگیر آقا بگیر. چی بگیر؟ لفظ بالا آقای فردوس مثل آفتابی بودن که چی چی بودی؟ چی گفتی؟ هیچی چی بود جان، دوربین نیا کن. ببخشید دوربین اونجر نیا کن. بله آفتابی بودن که